ببینم چقدر میدونید که وقتی یک کشتی میخواد وارد بندر بشه چه مراحلی رو طی میکنه. اول توی لنگرگاه قرار میگیره، چیزی مثل همون پارکینگ خودمون. فورورد بریج با برج مخابراتی بندر ارتباط برقرار میکنه. سامرینا کنترل امیرآباد، پایلوت براش فرستاده میشه. سلام، ما میخوایم بریم به داخل کشتی پورتولیا، هماهنگ شده؟ پایلوت وارد کشتی میشه. جانم خوابه دو بریم جورتن میگم بیرستنم گرفتن بطه یک مراسمی هفت آگه استاب پر بازدار شما هم استاب باشید. کشی رو هدایت میکنه با دو تا یدکش که پهلو بگیره در بندر. حالا امروز ما میخواییم که کل این پروسه رو اگر بشه از نزدیک ببینیم. برنامه رو من از کنترل باید سوال کنم. خب پس یه زحمت بکش هماهنگ کن با پایلوت. سریع بزنم و از اونجا مقدمات سفر دریاییم رو هماهنگ کنم. اینجا معاونت امور دریایی و برج کنترل. سابرینا امیرآباد پورت کنترل. معمولا مرکز کنترل ترافیک دریایی. سابرینا آی رید یو وری بد اف یو رید می چنل 1 2. یه در مجزایی داره که شما باید اجازه بگیرید وارد اون منطقه بشید بخاطر که جای حساسیه. حالا الان من منتظرم تا هماهنگ میشه برم تو. سلام. حالا شما متشکرم. آقا ما میخوایم همراه پایلوت بود و راهنمای شما بریم یه کشتی فکر کنم اسمش سابریناست باید قرار پهلو بگیره امروز. الو سلام کاپتان، وقت بخیر، خسته نباشید. پایلوت هماهنگ شد. بله پایلوت هماهنگ شد، مشخصات کشتی به پایلوت داده شد. حالا الان میتونه پایلوت حرکت کنه، ماشین میره دنبالش. بله ماشین میره دنبالش، حرکت میاد دم اسکله. از اون ورم شما باید بیه هماهنگی با کشتی. بله با کشتی آماده میکنیم. چجوری اونو بیسیم؟ بله رو بیسیم. کشتی سابرینا کنترل امیرآباد. دو تا یدکش هم الان هماهنگ میشه. اگه اون آماده بشه ما دیگه تمام مقدماتمون رو آماده کردیم برای اینکه بتونیم بریم با کشتی همراه بشیم. یدکش اشکوز کنترل. سلام کاپتان، وقت شما بخیر. لطف کنید شما آماده باشین واسه ورودی اسکله 12 همکاری با کاپتان احمدی. آقای خسروی هم رفت لباسش رو عوض کنه، این بولیر سودا این لباسی سرها بپوشه، بارون هم داره میاد، یعنی ممکنه عملیات لغو بشه به خاطر اینکه هوا یه ذره نامساعده. امیدوارم که نشه. بفرمایید. خب ما الان وارد شناور پایلوت بوت یا شناوری که پایلوت بوت یعنی قایق راهنما حمل میکنه راهنما رو بکشتی. درسته؟ بله. چیه؟ فرمر بوی آره. یعنی چی؟ یه بویه سفیده، یعنی کشتی که میاد. اونجا یه جای لنگر. بله، جای لنگر. یه چون پایلوت هست. سلام علیکم. سلام. سلامتی این کار شما. آقا پایلوت یعنی چی؟ پایلوت ببین به عنوان نماینده اولین کسی که میره روی کشتی واسه اینکه به عنوان سفیر هم میشه مثلا ازش یاد کرد، میره کشتی ها رو میاره معلوم میده. اون بودن تا 10 دقیقه دیگه میرسیم به کشتی. اونم اون کشتیه که ما قراره سوارش بشیم. بله کشتی سابرینا. چه کشتی رو ببینیم؟ خب ما الان چسبیدیم به این شناور بزرگ یعنی کشتیه، قراره که با پایلوت بریم داخل. آقا بفرمایید. بفرمایید. آقا شما الان خالی برمیگردین؟ بله بله.
پایلوت به خاطر اینکه ما تا جابجا بشیم دیگه آماده بشیم دیگه معطل نترس بشه رفت بالا. ما هم الان با آقای خسروی میریم چه پایلوت. ممنون کورورد. تا که همونش ماکسیمون درختمون چقدره؟ 4.20 4.20 بری بود به این زمانی که پایلوت میاد بالا چیزایی که واسش مهمه اولا که توضیح میده کدوم اسکله میخواییم بریم. خب اسکله با هم دیگه اونگاشو فرق میکنه؟ نه بیشتر یکیه. بعد واسش مهمی که کدوم سایت میچسبیم، یعنی سمت چپ میچسبیم که میشه پورت سایت یا سمت راست میچسبیم که میشه استابورد سایت. این خیلی مهمه که اولش کدوم سمت کشتی قراره که قرار بگیره. آره بگیر. من درختی که شو میپرسم که خیلی مهمه واسه من، یعنی اون موقع آب خوری که آبه مقداری که از کشتی که زیر آبه. آره زیر آبه میشه آب خوری کشتی. ما اون ازش میپرسم. بله استاد 12 سمت راست میام خدمتتون. شما الان دارین برنامه فانوس دریایی تماشا میکنین. من الان در دریای خزرم روی کشتی باری که داره به سمت بندر امیرآباد حرکت میکنه. تو این برنامه قراره که تمام بندر ایرانو از نزدیک ببینیم، با مشاغل دریایی آشنا بشیم و بدونیم یک بندر به چه صورت کار میکنه. من الان دارم روی انبارهای کشتی باری قدم میزنم. این کشتی تا چند دقیقه دیگه پهلو میگیره در بندر و پروسه تخلیه بارش رو شروع میکنه. جهت اطلاعتون اسکله 12 میریم. پایلوت داره کشتی رو هدایت میکنه برای اینکه بتونه کشتی پهلو بگیره. این دوتا یدک‌کشی که میبینین قراره که کمک بکنن به پهلو دادن این کشتی بزرگ. ما در بندر امیرآباد هستیم. این کشتی به غیر از وزن خودش که هزاران تنه، فقط 2000 تن بار همراه این کشتیه و به هر حال کار سختیه. این حجم از بار توی کشتی به این سنگینی کنترل بشه برای اینکه بدون حادثه بتونه پهلو بگیره و این حجم از بار تخلیه بشه. این پروسه در شمال و جنوب ایران هر روز به تعداد تکرار میشه و در اصل قلب تپنده اقتصاد ایران در بنادر در جریان. آمدان داری میای بگیری؟ جان بله گفتم. فقط یواش بیا من تعادل کشیم و هم نظر یواش. این لحظه خاصیه. الان دو تا یدکشی که داریم میبینین آماده دارم میشن برای اینکه بدنشون رو اتصال بدن به این کشتی بزرگ برای اینکه کمک کنن این کشتی پهلو بگیره. خب الان دارن اینا ارتباط میگیرن با ملوانای این کشتی بزرگ برای اینکه مناسبات اولیه این اتصال رو چک بکنن با هم دیگه. شما الان مسئول چه کاری هستی؟ شما الان یه تنابی میدین به یدک‌کشا، درسته؟ الان میخوان تناب بندازن به یدک‌کشا. این دوتا دوست عزیز ملوان عرشن. الان لحظه هست. اسپی پهلو گرفتن مشتیه. ملوان اسکیل چند به دیگه مونده برسیم؟ تعلقم بخشن. بله مرسی. انجیل دیده سلاسته؟ دیده سلاسته؟ کار حساسی میکنم. کشول اتفاق. حالا دیگه میریم تو اسکیل خدایی نکرده. شما الان با یدک‌کش در ارتباط هستید؟ بله. فوروارد اگه استاپ باشین، استاپ کامل. اینطور که میبینین تنابا به ملوانه اسکله پرتاب میشه برای اینکه اینا بتونن پهلو بگیرن راحت تر. شما از بیرون هم بدنه کشتی رو رصد کنید. آره امید از بغل چون بهتر میتونید نگاه کنید. از بغل کاملا چشمی هم نگاه میکنم ببینن که یه وقتی اشکالی پیش نیاد. کاپیتان تنابای پایشتر هم بگی بی زحمت اگه میتونه اسپرینگ و فاصله مناسب بگی بندازم. یه همکاری بین کاپیتان و پایلوت. برو ببینم اوکی ممنون. Vessel in position. Thank you for your operation. تقریبا تمام شد. بله تقریبا. آقا خسته نباشید. شما خسته نباشید. خیلی شغل بامزه ای دارید. خوبه دیگه، دریا دیگه، دریا نوردی. اینم خوبه. آقا خیلی هیجان. آره عالی بود. ماشینی که می‌بینی، سوار ماشین پایلوت شد. پایلوت رو دیگه از اینجا بعد راهنمایی می‌کنه یا می‌برتش برای محل اسکانش. ما الان کشتی رو پهلو دادیم و
و منتظریم چه اتفاقی بیفته؟ اولین اقدامی که بعد از اینکه پهلوده یک کشتی انجام میشه باید تیم قرنطینه بیاد. بیاد روی کشتی چک کنه. ما یه سری اعزانامه‌های بهداشتی از سرش از کاپیتان کشتی میگیریم. ببینیم از کدوم کشور اومده. بررسی تاپ سنجی انجام میدیم. سلام علیکم. من کنار برج مخابراتی بندر امیرآبادم. کشتی پهلو گرفته. میبینید؟ الان زمانی که نماینده یگان حفاظت بندر امیرآباد وارده کشتی میشه برای اینکه کشتی رو چک کنه. آقا سلام علیکم. آقای جمالی درسته؟ سلام عرض می‌کنم. خوبین؟ آقای جمالی الان می‌خوام ببینم تو چی کار بکنی. گمرک اسناد بارو چک میکنه. شما چیکار می‌کنید؟ ما بیشتر به مسئله حالا اگر قاچاقی باشه یا پاسپورت‌ها رو چک می‌کنیم. تعداد افرادی که با کرولیست هماهنگ هستن نیستن، تعدادشون زیادتره یا نه. بله این کارهای امنیتی رو ما انجام میدیم. بله دکتر اوکی داده می‌خوام پرچم بیارم. الان کشتی پهلو گرفته، ما آماده ایم برای اینکه کارهای اولیه پهلو گرفتن کشتی تموم بشه و بعد تخلیه کالا را از داخل کشتی ببینیم. بالاخره کشتی آماده شد برای تخلیه. الان این کشتی به خاطر شرایطی که صاحب کالا داشته مستقیم از کشتی به کامیون ها بار منتقل میشه و کامیون ها به مقصد حرکت میکنن. بالاخره بعد از چند ساعت انتظار داره بار کشتی تخلیه میشه. این حجم از دود هم که میبینیم به خاطر اینکه گراب وقتی که باز میشه این ریزگردها رها میشن و این حجم دود رو درست میکنن، انگار آتش سوزی شده. افسر اول رو میبینیم، افسر اول کشتی که مسئول تخلیه و بارگیری کشتیه الان داره ناظره و داره نگاه میکنه که چجوری داره عملیات انجام میشه. درست میگم؟ سلام. خوبی؟ سلامتی. آقا بالاخره انجام شد. ما خیلی وایسایم تا تخلیه شما انجام بشه. پروسه‌ای داشت برای محاسبات تعادلی که مثلا چقدر بار روی کشتی آن بورد داریم، اون محاسباتمون رو انجام دادیم، بعد اجازه باز شدن در رو بهمون دادن که در رو باز کردیم و شروع به تخلیه کردیم. با توجه به تعادل کشتی شروع کردیم که مثلا تعادلمون یه تعادل نرمالی باشه، از جلو شروع کردیم به تخلیه کردن. از سینه کشتی. سینه کشتی. خیلی خوب شده. آقا تموشه الان تخلیه کنی چقدر طول میکشه؟ والا حمل مستقیم منتظریم به ماشین. حمل مستقیم یعنی همین باره میره تو این کامیون، کامیون میره دیگه از بندر. بارشون بستگی داره که کجا باشه، چقدر کامیون داشته باشن برای تخلیه. آقا موفق باشید. خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید. ممنون. قربون شما. بلنگ بدم. باجوت. شما با پروسه تخلیه بار یک کشتی آشنا شدید تو این برنامه. برنامه بعدی ما رو تو بندر امیرآباد دنبال کنید، اتفاقای جدیدی برامون میفته. بهشت من همین خاکه، همین آب و همین دریا، همین عطر خوش شرجی، همین موسیقی موجاست، همین آینه آبی که رنگ زندگی داره، که شکل ساده عشقه که از عطر تو سرشاره. به دریا میزنم هر بار برای عشق و آرامش، برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامه. چراغی نیست جز یاده تو این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد. به دریا میزنم هر بار برای عشق و آرامش، برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامه. چراغی نیست جز یاده این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگردون.